زودتر برسی. خب تیپم چطوره؟ به ترکه چشم حسود و بخیل شدی مثل جوونیا. خوش تیپ و جذاب. مروارید قلطان من، دلم میخواد وقتی میرم روی صحنه باعث افتخار و سربلندی پسرم بشم. اون چقدر عطر زدی؟ وا من که عطر نزدم. من زدم. خاک به سرم، عطر منو زدی؟ ای بابا جنسیت چه فرقی میکنه؟ اصلش اینه که آدم باید بو بده. سلام به همگی. سلام آقا کازه. شما جلو برید، ما پشت سرتون میاد. باشه. عجب آدمیه این قبار، دیگه شروعشو در آورده. الان کجایی؟ خب ما میریم، تو هم خودت مستقیم بیا اونجا. خداحافظ. قباد که میخواد از این مسخره بازیش برداره؟ مگه چی شده؟ دیگه چی میخوایم بشه؟ پسرای بی ادب وسط خیابون خشیارو از ماشین پیاده کرده، ماشینم برده اون سر شهر پارک کرد که به خیالش این اذیت کنه. ای بابا مگه نگفت بخشیدمش؟ مگه نمیدونی کینه چطوری داره؟ قباد گفتی قباد چیکار کرده؟ قباد آره دیگه قباد داداشم رفته یه جای کار خیلی انجام داده، بعد می‌خواسته کاملا پنهونی باشه ولی ما فهمیدیم، بعد فهمیدیم که داداشم چقدر دل بزرگی داره. دیره دیگه. آره بریم. به آقای مسرور خیلی خوش آمدید، بفرمید. آقا رضا دوربینو بیار. آقای مسرور چند لحظه خواهش میکنم. آقای مسرور حقیقت داره که شرط شما برای بستن قرارداد با باشگاه حضور ثابت پسرتون ترکیب اصلیه؟ من در... نه خیر آقای محترم، داداش من با جربوزو جلم خودش به اینجا رسیده. آقای مسرور یعنی شما شایعه ازدواج آقای قباد مسرور با مدیریت باشگاه رو تکذیب میکنید؟ معلومه که تکذیب میکنیم، همش دروغه. بله معلومه که دروغه. پسر من بدون اجازه پدر مادرش آب نمیخوره، چه برسه به این که بخواد ازدواج کنه. عروس بنده ایشونه سر خانم. آقا کاظم بفرمایید. بفرمایید. دختر اینا بذار تو کیفت. میگم آقا این خبرنگارا چه انقدر سمجن؟ یه حرفای میزنن که آدم شاخ در میاره. همش داستان درست میکنن. بازی منم اومدم. آقا سویی. بفرم میام. آقا ببخشید بی ادبی همیشه. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. من شعله نیازی ام. مالک و شریک جدید باشگاه. امیدوارم در آینده همکاری خوبی با هم داشته باشیم. خیلی خوش اومدین. البته باشگاه برای خودتونه. بفرمایید. باشه. همه چی رو به راهه؟ همه چی. شما چی فکراتونو کردین؟ من که درگیر این پسر قباد و کارهای مراسم بودم. فرصت نشد. یه دو روز وقت میخوام راجبش فکر کنم. باشه ولی فقط دو روز، چون من خیلی فرصت ندارم. باید زودتر این اوضاع رو سر سامون بدم. بله. متوجهم. دو روز. خانم بوستانی؟ چیز شده؟ شما حواستون به این فامیلتون هست؟ فامیلمون کیه؟ خانم شعله نیازی. البته ایشون خیلی وقته که دیگه فامیل ما نیستن، ولی خب چیزی گفتن؟ برکی میرسه میگه من مالک جدید باشگاه. اگه غیر از این چیزی میگفتن بعد تعجب میکردم. به شما چی میگفتن؟ هیچی، یکم نگران
مراسم بودم میترسیدن چیزی کم و کس نباشه، ولی کلا ازش انرژی خوبی نمیگیرم. حس میکنم همش میخواد یه کاری بکنه ما زیر بلیتش باشیم. دوست دارم یه ضربه شست خوب بهش نشون بدم. سلام علیکم. بفرمایید از این طرف. من شعله نیازی ام، مالک و شریک جدید باشگاه. اجازه بدید اولین نفری باشم که بهتون خوش اومد میگم. بفرمایید. سلام، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. اینو مهمونای من هست، شما بفرمایید. سلام. مهمون من شما نداره عزیزم. امروز تولد شماست. صاحب مجلسم منم. عزیزم، صاحب اینجاش باشگاه دلاوران، مدیر عامل موقتش هم منم. چقدر درگیر این چیزای قربونت برم. داری میگی موقت. یاد باشه که مالک اصلی اینجا منو پدرتی. همسر سابقم. به نظر سنا جای خوبیه واسه این بحثا. من که حرفی نزدم، شما اومدی سر حرفو باز میکنی. بفرمایید. خانم ما خواهش میکنم، مهمان اومده. ببخشید عذر میخوام. ببخشید خانم های محترم، اگر دعواتون تموم شد میخوام قبل از همه چیز سحر خانم نامزد آقا قباد و آقا کاظم پدر نامزد آقا قباد رو به شما معرفی کنم، که از قضا آقا کاظم از مدرسین مجرب فیفا، دوست صمیمی سبلاتر و معلم ورزش دبستانه هم من هم قواد جان بودم. به افتخار آقا شلوغ شکم. البته آقا قواد خواستگار دختر من هست، ولی نامزد دختر من نیست. آخه خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. مطمئنی خیری است؟ سیاوش تو چرا به چیزی پیله میکنی؟ ولکن ماجرا نیستی. ده بار گفتی، گفتم که باشگاه بانی خیر شده، یه سری پیشکسوت جوان فوتبال جمع کرده، دارم داره این مراسم خیریه میگیری، بعدش هم تو تا حالا دروغ شنیدی از من؟ کم نه. با همه این حرفا گفتم باز برای دیگه سکه بذارن کنار. دو تا سکه بیشتر ندارن سیاوش. مگه نمیگی خیریه است؟ دقیقاً. سکه نمیخواد. باریکلا، این رفتارت که تو رو توی هنرمندا برجسته کرده، این رفتار. به به. آقای خیراوی، خیلی خوش آمدی. آقای رستمی، رئیس هیئت مدیره باشگاه دلاوران. ممنون که من دعوت کردین. ممنون که تشریف آوردین. قربان شما. راستی شما چقدر عجیب، منو یاد برادرزن سابقم میندازید. باعث افتخار بنده است. خواهش میکنم. راه نماییشون کنید. آقای رستمی، اگر اجازه بدین تا اون قضیه ما حل بشه، ما یه دوری توی باشگاه بزنیم، بعد میرسیم خدمتتون. خواهش میکنم. بفرمایید سیاوش. با اجازهتون. قربان شما. بفرمایید. بله. فرمودین سفارش قباد مسرور؟ حالا ما به تفاوتش چقدر میشه؟ 5 میلیون؟ چه خبره؟ تخفیف نداره؟ خیلی خوب. لطفاً شماره حسابتون رو یا شماره کارت بهتره. شماره کارت برام بفرستین، من میگم 3 میلیون یا 2 میلیون واریز کنن. خواهش میکنم. پسره نیم وجبی اومده از من دودره کنه. بابا چرا اینجا وایسادی؟ بیا بریم تو سالن. منتظر منم چیزی بیارن. شما بفهم چی بیارن. یه عدد فزور سنج میخوام بگم دوتاش کنه. نه خیلی ممنون. بفرمایید.
سپاسگزارم. ممنون. ممنون. یک بار دیگه خیر مقدم عرض میکنم خدمت میهمانان و مدعوین گرامی که با حضور گرمشون به جشن ما رونق دو چندان افزود. به هر حال این جشن به مناسبت شب تولد خانم بوستانی و با حسن سلیقه و توجه خانم نیازی و تجلیل و تقدیر از کسانی که نقش به سزایی در پیشبرد اهداف باشگاه داشتن برگزار شد. قبل از هر چیز خواهش میکنم که به افتخار آقای معال سرمربی جدید تیم ما یه دست زیبا و جانانه بزنید. ممنونم. شما داداش منو ندیدی؟ قوات چرا تو اتاق داشت لباسش عوض می‌کرد؟ علمیت خدمت. بفرمایید شیرینی. شما خودتون چطورین؟ خیلی ممنون. شما خودتون خوبین؟ ایشونم خوبن. اصلا همه خوبن. سلام داداش. من دیدم دیر کردی اومدم دنبالت. ما خیلی اتفاقی دیدیم همین. خیلی اتفاقی. بله. مشکل همینه دیگه. همینجوری اتفاقی هو اتفاق میفته. اون وقت چی میشه؟ برات بد میشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر گونه گفتگو، چه اینجا چه هر جا، عمدن یا سهواً ممنوع. فهمیدی؟ بله فهمید. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. شیرینی عزیزم، شیرینی. خداحافظ. با اجازهت. خداحافظ. داداش. داداش این بازیگره؟ کی؟ یه بابا سیاوش خیرابی دیگه. لنز ببین. هر دفعه ما رو می‌بینی عکس می‌گیری بیداری. هر دفعه این دیگه لنز آ گرفتم. آقا جواب درست بدید. سیاوش خیرابی شما یه برزیل رفتین تیم ملی تشویق کنین. خدا خیرتون بده. دیگه شلوارک پوشیدن و عکس گرفتنتون چی بود دیگه؟ آقا رفتیم فوتبال بازی کنیم عکس هم گرفتیم. آقا رفتیم. سلام. سلام خوبی؟ سلام خوب هستی؟ فوراً اومده؟ نه خیلی نیومدم. راست عروسی کردیم هم دیگه. آخه نه از اون فیلمه. بفرمایید آقا. بفرمایید آیه خیرابی عکس امضا نمیگیرن. آقا من گفتم میخوام عکس بگیرم. نه نگفت عکس میخواد. نگفت. میگم نگفت. شما هم کارتون رو با آقا ربی شروع کردین دیگه. کی؟ آقا ربی دیگه مدیر تدارکات تیم. شرمنده هم نمیشناسم. بفرمایید آقا. بفرمایید مزاحم نشین خواهش میکنم. بفرمایید. خب حالا های ثوریزاده فامیل اونا های خواستیم معرفتی کنم یه سریال چیز بازی کنیم. اه؟ بله ارادت دارم خدمتشون. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از سرکار خانم بوستانی مدیریت محترم باشگاه دلاوران تشریف بیارن چند لحظه رو پشت تریبون در خدمتشون باشیم. خواهش بود. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و این افتخار دارم که میزبان شما باشم. من خیلی مصدق اوقاتتون نمیشم، سعی میکنم که توی چند جمله عرایزم خلاصه کنم. همونطور که همه ما میدونیم تیم دلاوران سال سختی رو از سر گذروند و فصل گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد. اما با کمک بازیکنان و دانش و کادر فنی تونستیم که این روزا رو از سر بگذرونیم و توی لیگ باقی بمونیم. و اما امسال یه ذره ماجرا فرق میکنه، به خاطر اینکه شخصیت جدیدی قراره به مجموعه اضافه بشه که وجودش برای تک تک ما غنیمته. خواهش میکنم تشویق بفرمایید جناب آقای جواد مسرور، حامی مالی جدید پروژه. Come on.
و من از همینجا به تمام عزیزانی که قلبشون برای باشگاه میتپه و دلشون میخواد که نتایج درخشان گذشته دوباره تکرار بشه، این مژده رو میدم که با عنایت به حضور افراد کارآمد در سال جدید این مهم اتفاق میفته. عرض می کردم در هر صورت ما امسال همه تلاشمون رو می کنیم که به اون نتیجه که تیم لیاقتشو داره برسیم و به کمک تک تک شما عزیزان تو این راه احتیاج داریم. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و خیلی ممنون از حضورتون. شما دعوت کردین؟ من مگه دیوونم همچین کاری بکنم؟ من احساس میکنم اومده اینجا تنش ایجاد کنه. پیشنهاد میکنم هیچ عکس‌العملی نشون ندین. فضا رو مدیریت میکنین. دختر منشی رو دیدی باهاشون؟ واقعا دیگه دارم خول میشم. از یه طرف باید حواسم به شعله باشه، از یه طرف اینا. آدم دیگه به چشاشم نمیتونه اعتماد کنه. این یارو کیه که با منشی سابقمون اومده؟ به شما مربوط نمیشه. مثل اینکه شما حالیتون نیست. اینجا همه چی به من مربوط میشه. اجازه بدید من توضیح میدم. خانم نیازی، این آقایی که اومده یکی از آدمای دمکلفت پشت پرده فوتباله. خب که چی برای چی اومده اینجا؟ نمیدونیم. خب چرا ازش نمیپرسین؟ به خاطر اینکه نمیخوایم باهاش درگیر شیم. یه آدم غریبه بدون دعوت بلند شد اومده اینجا، بعد نمیخواد بهش بگید خرید بچمن؟ خانم، این آدما خطرناکن، مافیان. نباید باشون درگیر شین. من این حرفا سرم نمیشه. به کسی هم باج نمیدم. الان میرم تکلیفم باش روشن میکنم. شما بدون هماهنگی با من نه جایی میری نه کاری انجام میدی. جدی؟ پس وایسا اینجا ببین چجوری تتوی قضیه رو در میارم. در این بخش از برنامه دعوت میکنم از سرکار خانم نیازی، شریک جدید باشگاه، تشریف بیارن چند لحظه ای رو پشت تریبون در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خوشحالم که بعد از تلاشای فراوون تونستم این مراسم تولد رو برای دوست و شریک عزیزم خانم بوستانی برگزار کنم. از اونجایی که یقین دارم بعضی از دوستان و اعضای هیئت مدیره آشنایی کافی با بنده ندارن، اگه اجازه بدین خودم رو مختصر معرفی کنم. من شعله نیازی هستم، همسر سابق آقای بوستانی، مالک قبلی باشگاه. این که عرض میکنم مالک قبلی به این دلیلی که در حال حاضر نصف این باشگاه، یا دقیق‌تر بگم سه دونگ این باشگاه، برای بنده است. چرا داری این حرفا رو پشت بلنگو میزنه؟ آقایون هیئت مدیره، فکر کردین برای چی تولد گرفته؟ من با برای اینکه هیئت مدیره تحت تاثیر قرار بده رأی شما رو بشکنه، من طرح جدیدو پیاده کنم. برای اثباتش هم در بدو ورود 500 میلیون چک جیرینگی به حساب باشگاه واریز کردم تا بخشی از قرارداد عقب افتاده بازیکن‌ها رو بهشون پرداخت کنم. میتونید از خودشون بپرسید. البته خدمت دوستان عرض کنم که فکر نکنید بنده از اون دسته آدمای پولدار عشق فوتبالم که از سر شکم سیری دارم پول خرج میکنم. نه به شما، بنده اون مبلغ اولیه رو بابت خرید مابقی سهام باشگاه پرداخت کردم. در واقع قرار این باشگاه رو طی چند قسط تا آخر فصل از آقای بوستانی و دخترشون خریداری کنم. عجب. در اینجا هم به صراحت عرض کنم عجب ماه ملکیه. من همین الان میرم اونو از اون بالا میکشم پایین تا بفهم هر غلطی دلش میخواد نمیتونه بکنه. اون اتفاقا همینو میخواد. شما هیچ کاری نمیکنی. یعنی چی؟ در انتها اضافه میکنم طی یه چند روز آینده قراره یه دستی به سر و پوش باشگاه بکشیم. در واقع میخوام از این حال و روز در بیارم. ببینید، تنوع برای هر جایی و هر کسی مهم و حیاتیه.
آدم وقتی یه نواخت زندگی کنه افسرده میشه، وقتی هم افسرده شه آروم آروم از بین میره. پس برای اینکه به اینجا نرسیم به چه احتیاج داریم؟ به تنوع. لازمه تنوع هم یه کسی مثل شعله نیازیه که دشمن یک نواختی افسرده میشه. آقای شایانفر بیرون منتظرتون. ببینید دوستان، ما نگاهمون به ورزش البته تنها جدید و نوینه. بیایید اون عادت‌های سنتی خودمون رو فراموش کنیم تا بتونیم یک جهش ویژه به سوی پیشرفت و پیروزی و موفقیت داشته باشیم. کاری داشتید؟ تولدتون مبارک خانم بوستانی. معذرت میخوام که دست خالی اومدم. به من گفتن امروز اینجا یه جشنه، ولی نگفتن به افتخار شماست. پس شما عادت دارین بدون دعوت تشریف میبرید مهمونی؟ مهمونی؟ خانم آدم خونه خودش که مهمون نیست. اما اینجا خونه شما نیست. درست میگید، الان نیست، ولی به زودی میشه، اینو بهتون قول میدم. ببین آقای محترم، برای من اصلا مهم نیست که شما کی هستی و چه قدرتی داری. با زبون خوش ازت میخوام پا تو از تو کفش من بکشی بیرون و دست از سر من و باشگاه برداری. باشگاه؟ اگر منظورتون اون سدونگه که به زودی خریداری میشه، البته در اوج سخاوت. پیشنهاد شما سر تا سر وقاحت، نه سخاوت. میدونین چیه؟ من از آدمای لجباز و یه دنده مثل شما خیلی خوشم میاد. واسه همینم حاضرم 5% از سود حاصل از فروش باشگاه رو نقدم بهتون پرداخت کنم. چطوره؟ میدونین تو این فوتبال دیگه آدم های دست و دلباز خیلی کم پیدا میشن. یه یکی دوتایی بودن که فکر کنم گرفتنشون. چکای پدرم چی میشه؟ به محض نقل و انتقال پرداخت میشه. بهتر از این چی میخوای؟ ولی من فکر میکنم یه راه حل دیگه ای هم هست. اون وقت چی؟ اینکه شما دارو دستت بری به درک. پدر من اینجا رو مفت به دست نیورده که من به همین راحتی بدمش به شما. از اولدرام بولدرامای شما هم نمیترسم. فروشنده نیستم آقا. دیگه داری از اخلاق خوب من سوء استفاده میکنی. چرا شما باید همیشه زور بالا سرتون باشه؟ شما باید به کسی زور بگی که زورت بهش برسه. من به شغال باج نمیدم. شغال؟ این شغال کاری میکنه که از دیدن فوتبال لرزه به تنت بیفته. تا وقتی من اینجام تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. تو دخالت نکن. امیدوار بودم همه چیز دوستانه حل و فصل بشه خانم بوستانی، ولی انگار شما شمشیر رو از رو بستید. اشکالی نداره خانم، منم از شمشیر بازی یه چیزایی میدونم. بابا تو برو تیله بازی تو کن. اصلا این کیه، چیکار داره اینجا؟ بچرخ تا بچرخیم خانم بوستانی. برای تو هم دارم کپول. حرف دهنتو بفهم. ول کن. بزن به چاک. یالا برو ببینم. واسه شما یه کاری داشتم. بفرمایید. سره تو لابی داره با نسترن بوستانی حرف میزنه. نمیدونم چطوری، ولی تو گونی میخوامش. خیلی کارش دارم. بودو. چشم. بودو.